ما فاطمی همینجا یه بحث خیلی خوبی رو شروع کردیم که گفتم اگر شد ادامه میدم که موند، حالا بقیش مونده دیگه، حالا نمیدونم کجا سال بعد کدوم فاطمیه کجا بقیش خواهم گفت. همونجا در مقدمش حرفی رسیم، گفتم آقا تمام دعوا بر سر امیرالمومنین در صدر اسلام بود که علی حاکم نباشد و الا کسی در اینکه امیرالمومنین عالم ترین فرد بعد از پیامبر است ذره ای شک نداشت. 50-70 مورد این ور اونور نقل شده که اهل سنت که آقا خلیفه میگفت لولا علی لهلک عمر، علی نبود مثلا هلاک شده بودیم، میموندیم، نمیتونستیم درست تصمیم بگیریم. اینا تجربه بوروکراسی نداشتن، اینا کار اداری نکرده بودن، حکومت داری نکرده بودن، بلد نبودن، علمشو نداشتن. شما مغول رو نگاه بکنید از چین صاف میکنه تا بغداد، اما چقدر میمونه بعدش؟ هیچی. تمام وزرا ایرانی شدن. یعنی چرا؟ چون تجربه کار اداری نداشتن. اینا مغول بودن که صاف کرده اومدن، حالا چجوری حکومت بچرخون بلد نیست. خواجه نظام الملک طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، اینا چرا میان مشاور میشن، وزیر میشن؟ برای چی؟ برای اینکه بلد نبودن حکومت داری. همشون هم مسلمون شدن رفت. چون وقتی شما محتوا نداشته باشی، ایده ای برای اجرای حکومت نداشته باشی، میتونی یه حکومتی رو پس بزنی، بعدش میگه خب ثم ماذا، بعدش میخواد چیکار کنی؟ هیچی نمیتونی. حالا ای اعراب بندگان خدا جاهلیت بودن، یه دوره حکومت پیامبر دیده بودن، بعد هنوز تنش های جدی به حکومت پیامبر نخورده بود. چی شده؟ پیامبر از دنیا رفته، هنوز اینا تثبیت نشده، گیر میکردن مجبور از امیرالمومنین. اصلا شما بدونید، اصلا اگر امیرالمومنین نبود، در همون ابتدای بعد از، یعنی 2-3 سال بعد از پیامبر، یقینا جامعه اسلامی نابود شده بود در اثر جنگ ها. اصلا اینا انقدر نمیفهمیدن، میخواستن فرمانده رو کلا بفرستن در لب مرز. فاز شجاعت عربیشون گرفته بود. امیرالمومنین رسیدن فرمودن که این کارو نکن، به کی؟ به خلیفه دوم. خیلی حرفا اینجا آدم یاد بگیر از امیرالمومنین، اینکه برای صلاح مردم مشورت بده ولو هر کسی حاکم بود. دقت کنید، ولو هر کسی حاکم بود، کسی که قاصب حق امیرالمومنینه، اون اتفاقات رو رقم زده، شده خلیفه، این خطبه نهج البلاغه است. امیرالمومنین فرمود تو مثل الان تو به من حاکم مثل چوب وسط آسیابی، نباید بشکنی، تو باید اینجا بمونی، سپاهیان تو باید برن لب مرز. اگر بری اونجا تو کشته بشی، دیگه تا خود کعبه رو صاف میکنن، اما اونجا اگه اون سپاه شکست بخوره میگن هنوز رئیس اینا هست. طلحه گفت برو، عثمان گفت برو، همه آقایون به خلیفه گفتن برو لب مرز. امیرم گفت صبر کن. تنها نظر مخالف نظر امیرالمومنین بود، از قضا نظر درستم همین بود و همین باعث شد که سپاه اسلام پیروز بشه. قصه حکومت است. 25 سال به قهقرا بردن، هر آنچه پیامبر رشته بود و پنبه کردن، هر آنچه پیامبر رشته بود. همینجا براتون شبا عرض کردم، طرف میگفت ببین بعد 25 سال که علی آمد خلیفه شد، نماز خون، ما پشت سرش شروع کردیم نماز خوندن، نماز که تموم شد فلانی مثلا تکون داد به من گفت عدیدی شبی پیغمبر نماز خون، یادمون رفته بود. این پیغمبر اینجا رو تکبیر میگفت، اینجوری ها، اینجوری رکوع میرفت، اینجوری زد، همه اینا رو تغییر داده بودن. همین الان شما اگه میبینید مثلا شیعه دستشو میندازه نماز میخونه، برای اینکه از اهل بیت دونه بدونم چه به چش دیده. ها دلیلش چیه دستتو میندازی؟ برای اینکه پیامبر دستشو میندازه. تا کجا میره پیامبر دستشو میندازه؟ که امیرالمومنین میگفت من این پیامبر نماز میخونم. اهل مدینه دستاشونو مینداختن. برای همین سنی های مالکی که مبناشون رفتار اهل مدینه است، با اینکه سنی ان تو نماز دستشون رو میندازن، سنی هم دستشون میندازن. چی بوده؟ مثلا خلیفه دوم حال کرده گفته از دوران من به بعد باید دستاتون حالت تکتف بیس. دوست دارم نقل اسریم، یعنی نماز یهودی های مدینه رو دیده بودن، یهودی اینجوری میستن دیگه، گفتن یه دیام، گفتن مثلا این برده ها رو آوردن دست بسته، گفتن آدم خوب جلو خدا مثلا دست بسته باشه. اما همون نقل اول جدی تره. چیزی نمونده بود. بیت المال که کلا درصدی شده بود برادر من، یعنی فتوحات شرکت در فتوحات پیمانکاری بود. ما پیمانکاری نظامی داشتیم، شهر کوفه رو خلیفه دوم ساخت، جامعه اسلامی داره به سمت شرق گسترش پیدا میکنه، یه شهر جدید باید بسازیم. برای همین شهر بی پدر مادری بود، هویت نداشت،
همه غریبه بودن تو اون شهر، کلی تازه مسلمون اومده بودن از نژادهای مختلف، اصلا یه وضعی بود، ایرانی ها اونجا بودن، عرب ها اونجا بودن، یمنی ها اونجا بودن، شیر تو شیر بود. بعض از این محله های قدیمی هست، شما مثلا میرید غریبه باشی میگن تو کی با کی کار داری، میشناسن همدیگه رو. قدیمتر اینجوری بود ما بچه بودیم. الان بعضی هست اصلا نمیدونی، حالا یه نفر در پارکینگ رو باز شده داره میاد تو، نمیدونی الان همسایه است نیست، دزده فلان، نمیدونی بفهمی. شهر کوفه اینجوری بود برای فتوحات بعدی. بعدترش اومدن همینجوری فتوحات زیاد شد، اومدن در استان سمنان کنونی ما پایگاه بعدی رو زدن قومس، که منطقه بین سمنان و شاهرود بوده تو مناطق، اون شد پادگان بعدی. الان شهر شاهرود شما برید، مردم شاهرود خیلی هاشون فامیلاشون عرب عجم داره، عرب اسدی، عجم اسدی، عرب احمدی، عجم احمدی، عرب اسماعیلی، نه همه از اون موقع مونده، کاملا حل شدن، زبان عربیشون از بین رفته فلان. اما الان مثلا منطقه کلات خیج اونجا که همین آقای میرباقری سازنده فیلم مختار اهل اونجاست و یه بخشایی هم برد اونجا گرفت، خب اونجا ما رفته بودیم، مثلا هم لهجه عربی تو لهجهشون بود هنوز، اما خب فارسی حرف می‌زدن، هم شیعه و اینا. فتوحات شده بود پیمانکاری نظامی. یعنی چی؟ یعنی تو هر چقدر فتح کردی انقدر درصدش مال خودت. پس میل آقایون به چی بود؟ فتوحات. نامه هاشون هست در زمان بنی العباس که دیگه خیلی بیشتر شد، انقدر بزرگ شد جامعه اسلامی از مرز چین، از این طرف جنوب چی؟ اندلس. ما تا برشلونه بارسلونا رفته بودیم. هارون نمیتونست هر سال حج بره، میگفت انقدر مملکت من گنده است، باید برم هی یه سر فتوحات سرکشی کنم. یه سال میرفت سرکشی فتوحات، یه سال میومد میرفت حج. چون بحثی که با امام کاظم داره متلک میندازه، میگه خب حالا این محدوده فدک چیه ما یه بار به شما بدیم ما رو ول کنید؟ حضرت میفهمد یه طرفش ماوراءالنهر، اون ور آمودریا، یه طرفش نمیدونم چی، یعنی رسما میفهمد کل خلافت توه. مثلا بعد این ماجرا دیگه این حضرت رو گرفت زیر ضربه دیگه، این حکومت ما رو میخوان، حکومت نامشروع آقا. برای همین میل داشت، مثلا نامه هاشون هست، مثلا ارمنستان که رفتن گرفتن گفتن به مسلمان میشید یا جزیه میدید، میل هم نشین کسی رو بزن مسلمان کنن، نتون بگم میگفت جزیه میدیم. خب خوب اصلا این چیزایی نوشتن به قرآن شرم‌آوره، مثلا نوشته اینقدر باید سال دینار بدی، اینقدر نم چی بدی، اینقدر باید کنیز بدی، از این تعداد کنیز اینقدرشون باید شیرده باشن. اینا میگرفتن میآوردن، تجارت بردشک گرفته بود. اهل بیت توان سیاسی برای مقابله با اقتصاد بردهداری را نداشتن. یعنی چی؟ یعنی رسما باهاشون برخورد میشد، برای همین کار عجیب غریب میکردن اهل بیت. قرآن رسما چجوری بفهمونه که بردهداری کار درست است؟ میگه آیا میخوای این اتفاقا بیفته جونت نجات پیدا کنه اون طرف کار درست بشه؟ میگه چی؟ میگه فک و رقبه، یه برده آزاد کن. یا طرف یه گناهی کرده یا اشتباهی کرده، کفاره گناهش، میگه چیکار کن؟ برده آزاد کن. یعنی چی؟ یعنی من خدا اینو دوست دارم، بعد این آزاد بشه. برای مثلا امام سجاد میاد چیکار میکرد؟ برده ها رو میگرفت، پول یه خول نه یه آدم بود دیگه، میگرفت اینا رو بدون که ازش کار بکشه سر یه سال تربیتشون میکرد، آزادشون میکرد. عددهای عجیب غریب هم گفتن دیگه، 20,000 تا 45,000 تا گفتن. اصلا چی میشه امام قبلی امام حسین و اینا تکه تکه میکنن، امام بعدی 4,000 تا شاگرد داره، این شاگرد از آسمون اومدن، همین بردهان که آزاد شدن و بچه هاشونن و همین ها شدن مبلغ دیگه. به حدی عجیب غریب و استادانه شیعه رو گسترش دادن. یا میبینیم مثلا یک کله شیعه تو ایران، یک کله تو یمن، یه دیگه نمیدونم کجا، اصلا یک مدیریتی پشت پخش شدن شیعیان هستن. الان که این باب المندب و یمنی دارن هی به این حال میدن، میان بعد میان جنوب قاره آفریقا رد کنن برن، حالا وسط این قاره آفریقا که میرسن که اینا تانزانیا رد میشن. جالب این دومین کشور شیعه آفریقا تانزانیاست. عدلی همونجا عجیبه بابا، اراده الهی. یعنی این که میگن دنیا صاحب داره، بعد از غیبت هم داره مدیریت میکنه و میدونه باید چی کار کنه، کارشو بلده.
ماها کج و کله این، وگرنه اون آقا تا الان باید ظهور میکرد. اینه آقا، شما هم یه خاورمیانه رو نگاه کنید، ایران شیعه نفخیز، عراق شیعه نفخیز، عربستان سنی، شرمنده، دقیقا نقاط نفخیز زیرپای شیعیان. یمن نقاط نفخیز شیعه، اصلا انگار میدونستن کجا نفت زیر زمین، همونجا شیعه رو بره بذاری. 70-80% نفت خاورمیانه الان زیرپای شیعیانه. عجیب نیست؟ با یه همچین جامعه امیرالمومنین مواجهه که اینا فقط دنبال فتوحات و پولن. برای همین سر ببین، صحابه پیغمبر در واقع سرداران سپاه خلیفه اول و دوم و سوم، بعدش اینا شدن سوپر سرمایه دارها، یعنی قدرت رو به خاطر شمشیر که داشتن، اعتبار اجتماعی رو هم داشتن صحابه پیغمبران. حالا چی بود؟ پول. مثلا ببین طبقات ابن سعد چی میگه، ببین صحیح بخاری چی میگه، میگه بابا زبیر مرد ثروتش این بود، طلحه مرد ثروتش این بود، ماجرای انحصار بر اثر آوردن. آقا تعجب میکنید میخونید، میگه ورقه های طلا رو میذاشتن رو تنه های درخت، با تبر میشکنن، تیکه تیکه میکردن بین بچه هاش زنش اینا، میگه دستاشون تاول زد اون غلامایی که این کارو کردن. یه دشون شاسی بلند دوست داشتن، تو کار شطور بودن. یه دشون SUV دوست داشتن، تو کار اسب بودن. میشه میگه 300 رأس اسب، 1000 نفر شطور. شهرهای مختلف، این کاخهای جای مختلف مثل روم و ایران و مصر رو که میکندن میگرفتن، این کاخا رو میگرفتن، این پنجره منجره رو میکندن میوردن میذاشتن تو خونه شون. در کاخ مثلا ساسانی شده خونه در طلحه، در خونه طلحه. عجیب. بعد دیدن اینجاشو گوش کنید، اینجا بچه ها خطر از همینجا شروع میشه. برای اینکه دهنها رو ببندن یه مقدار از این تزیینات رو بردن تو مسجد پیغمبر. مسجد پیامبر که 4 تا ستون نخل خرما بود و یه روکشی، یک سایه اندازی از همین برگ خرما یا لیف خرما بالا انداخته بودن، میگه آرام آرام آمدن چیکار کردن؟ قطعاتی از سرب رو دیوار کوبیدن، نمیدونم فلان شد. اینا دیگه در زمان عثمان به اوج خودش میرسه. چرا تو حرف بزنی بگم مسجدم همینه، چش تو عادت کرده باشه. اما مسجد باید مبنا میمون که تو بتونی با خونه آقای فلانی در بالا شهر اینو مقایسه کنی، بگی تو چی فکر کردی خونه خدا اینه، تو چی فکر کردی. حرم امام باید ساده میماند. من باز ناراحت میشه، باید ساده میماند که بگی آقا این امام مستضعفین بود. جز اینه مولای من شما چی میفرماد در مورد کارگزاران خودش؟ اگه امشب اومدیم اینجا میخواد دست بزنیم پاشیم بریم، خب من پاشم برم زودتر مدعا برادر عزیز ما زودتر بیاد بخونه، ما هم بشیم دست بزنیم، ما هم میخوام بشیم دست بزنیم. اما قرار شب میلاد امیرالمومنین ما سیره ایشون رو مرور نکنیم، چون به یده میخواد بر بخوره، به جهنم که بر میخوره. مسیر علی مستقیم است، شما کجید خودتون رو صاف کنید. معیاری پیامبر بر جامعه اسلامی گذاشت به نام علی و فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، یعنی هر جا رفتید دنبال علی رو نگاه کنید، مثل یک ستاره است که شما رو راهنمایی میکنه، فانوس هدایت، چراغ هدایت. باید این کار رو کرد. پیگیری. بابا چی شد این قانون شفافیت اموال دارایی مسئولین؟ ما گفتیم دزدید هر جا آوردید بذار رو سایت. بابا پولدار بودی از بابات رسیده، مگه مجرمی؟ غلط کردی کسی به تو حرفی بزنه. اما ما نباید بفهمیم قبل و بعد دارایی شما چی بوده؟ یه ضرب و تقسیم کنیم بگیم شما اومدی رئیس جمهور شدی، رئیس مجلس شدی، رئیس قوه قضاییه شدی، قاضی شدی، وکیل شدی، سفیر شدی، مدیر کل شدی، معاون شدی، یه چیزی شدی دیگه.
شما وقتی آمدی ثروتت ان تومن بود، الان شده دو ان، دو برابر شده. باشه ضرب و تقسیم میکنیم، ما 5 میلیون حقوق گرفتی، ببینیم با 5 میلیون هوا هم خورده باشی اینا ضرب و تقسیم کنیم اون در میاد یا نمیاد. آسمون کسی نمیباره که. مردم دوستت داشتن بهت هدیه دادن، خب همونا بذار. حالا مؤسسه ما مردمی میچرخه، همین ایام ما دو تا حرف زدیم ناراحت شدن، بودجه تو از کجا میآید؟ ما مردمی، ما تو مسئولی، تو باید پاسخگو باشی. اما چشم، بارها من اومدم سخنرانی گفتم انقدر پولمون، انقدر حقوق میدیم، انقدر فلان میکنیم، باشه. بعد من دیدم مردم فیشایی که برداشتن پرداخت کردن به مؤسسه ما، عکس گرفتن گذاشتن تو توییتر، آها ما اینو اینجوری افتخار میکنیم. بودجهمون خیلی کمه، بودجه نه بودجه مردمیمون خیلی کم، کسی باورش نمیشه. خدا گواه، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به امیرالمومنین قسم، همین چند وقت پیش اومده بود دفتر، گفتم فکر میکنی من مصرف با سالی چقدر میچرخونم؟ گفت 60-70 میلیارد تومان این کاری که شما دارید انجام میدید. گفتم 7-8 تومان. گفت امکان نداره دروغه. گفتم خدا گواه. گفتم ما حقوق بالای 10 میلیون نداریم، دکترا داره طرف 10 میلیون داره میگیره، لله میاد کار میکنن خیلیاشون. بچه موقع بیرون رفتن چه پیشنهادی من داد فکر کن، بیا اسم شما رو هم بذارم تو بودجه. گفتم دست شما درن خدا پدرتو بیامرزه، خوش اومدید، بفهم. آقا من میگم بعضی میگن من انتخابات شرکت نکردم، و من کاندیدا نیستم، عمدنم شرکت نکردم برای اینکه زبونم باز باشه. فردا نگیم برای خودش داره میگه، نه من همین صندلی میام سخنرانی میکنم، عمری باقی بشه خدا اجازه به ما بده، بعدش هم بازم میام سخنرانی ما میکنم. تو دولت روحانی هم داشتم یه صندلی داشتم تو دفترم، دولت رئیسی هم همین بوده. خب کجا من تو دولت رئیسی مسئولیتی گرفتم؟ رفیق رفقای ما همه گرفتن که، کار بدی کردن؟ نه. آبا اینا رو نگید، این حرفای نامردی، اینا انصافا نمیدونم چه جوری مدونه میخواد جواب بدید. اما حتما معیاری برای مقایسه فراهم میکنیم. یک جامعه اینجوری امیرالمومنین تحویل گرفته، صاحبان ثروت، قدرت، مکنت، کجا اون برادری که زمان بلال بود بین بلال و نمیدونم مثلا فلانی ابن رفت؟ برید شما ببینید وقتی آیه حجاب نازل شد چه اتفاقی میفته. اینا درده، اینا رو امیرالمومنین میدید خون به دل شده بود علی، میفهمد استخوان در گلو، خار در چشم. برای چی؟ من که میدونست اینا رویه است، میدونید اینا داره روند میشه. حضرت میفهمید داره مود میشه، میفهمید همه یاد میگیرن. حضرت میفهمید الناس علی دین ملوکهم، مردم به ملوکشون نگاه میکنن همونجوری رفتار میکنن. ارزش ها داره عوض میشه، برای همین باید اینا رو میشکست. مثلا آیه حجاب که نازل شده، یکی از همین کنیزا بلند شده رفته در خونه که از صحابه، صحابه خشنیه دیگه در تاریخ، معروفه به بد اخلاقی. بعد در میزنه میبینه حجاب داره، میگه تو چرا حجاب سرت کردی؟ میگه از فلانی پیغام برات آوردم. میگه تو هنوز کنیزی؟ میگه بله. میگه اونو ولش کن، پیغامت چیه؟ تو چرا حجاب سرته؟ میگه خب منم گفتم حجاب سرم کنم دیگه، خدا از زنهای مؤمن خواسته خودشون در مقابل چشمان و فلان ها. گفت خیلی بیخود کردی تو، اون مال زنهای آزاده، تو باید سرتو لخ کنی ملت نگاه کنه حال کنن. زن آزاده که تشخیص میده کی از من با نگاه خودش بهره جنسی ببرد کی نبرد. تو باید رفت، میگه شلاقشو برداشت آورد، منابع برادر اهل سنت، میگه رفت شلاقشو برداشت آورد، شروع کردم جو زدن، انقدر زد رو سری از سر زنی کن. این شد ارزش ها جا به جاشت. حالا امیرالمومنین اومده یوی میخواد چیکار کنه؟ میخواد مبنا بسازه. آقا اینا رو دونه دونه برداشت، حکمای عزل بود که پشت سر هم میومد. قبلش هم حضرت اعلام کرد، گفت من بیام فرق میکنه، ول کنید بذار من دارم زندگیمو میکنم. نه میگه چنان بر امیرالمومنین فشار آوردن، مثل چی شد؟ مثل اربعین رفتی دیگه نزدیک زریح چه تو میشه، پاهات داره میره پایین. میگه حسنان، حسنانو بعد دور جور معنی گرفت، میگه معنی حسن و حسین گرفتن، میگه یعنی انقدر چیز شد که حسن و حسین که اومدن از من حفاظت بکنن، دورم بودن، یعنی با دو تا جوان محافظای من داشتن زیر دست و پا میرفتن. یکی هم که این به نظر درست تره اینه که دو تا پای من داشت میرفت زیر جمعیت، امیرالمومنین تنومند. میگه اینجوری به من فشار آوردید و حجت حاضران.
و اگر نمی بود، اینجاش قشنگه، که خدا از علما تعهد گرفته، بیعت گرفته، قول دادن که در مقابل بخور بخورها ساکت نباشن، الله یقار رو، من همون وزیر می بودم بهتر بود، مشاوره می دادم به آقایون دیگه. شما آمده از من خواستیدم، بدونید مدل علی فرق میکنه. علی خلیفه شود، شعر قشنگی گفته برادرمون. این اتفاقات افتاد. حالا آمده چیکار میکنه؟ مبنا رو عوض. یهو دیدن آقا، میگه آقا جناب خلیفه عثمان عبایی که تنش میکرد، عبا 100 دینار بود. خب شما نمیفهمی 100 دینار یعنی چی؟ یه دینار چند گرمه؟ طلاه. 425 صدم گرم طلا. 100 دینار میشه چقدر؟ 425 گرم طلا. نیم کیلو پوله، نیم کیلو طلا. طلا کیلو چنده؟ ها؟ گرمی داری میگی؟ کیلو ضرب در 1000 کن. 2 خورده میل تقسیم بر 2 کن. 1 خورده میلیارد پول عباش بوده. طلا دیگه در طول تو طلا. بعد این گزارشو نگهدار. اون طرف نقل میکنه، میگه من باراش این دادم، اینا رو با خودش مرور میکنه، آدم دیوونه میشه، خدا شاهده، عشق میکنه یه طرف، از اون طرف میخواد از سر ذوق که همچه مولایی داره خنده سرمستانه بزنه، بعد از اون طرف از مظلومیتش میخواد گریه کنه. یه حس دوگانه عجیبیه وقتی از امیرالمومنین حرف میزنی. در مورد هیچ کس دیگه اینجور نیست، تأکید میکنم هیچ کس دیگه. اول مظلوم عالمیشون. طرف نقل میکنه میگه رو دوش بابام نشسته بودم، علی تو مسجد کوفه داشت خطبه میخوند، بابام اومد از در مسجد، شلوغ بود، من رو دوشش بودم میدیدم، دیدم بالای منبر اینجوری داره تکون میده عباش. گفتم بابا هوا که گرم نیست که، برای چی علی داره خودشو باد میزنه؟ مثلا بچه 6 7 ساله بوده. گفتم بذار رو دوشم ببینم. میگفت علی یه لباس بیشتر نداره، وقتی میشوره معلومه خیستنش کرده، داره همینجوری چیز اینو بادش میده که این خوشه. یا خادم امیرالمومنین تعریف میکنه، میگه رفتیم لباس بخریم برای خودم، لباس بخره برای خودش، لباس بخره، میگه دو تا لباس برامون خرید، قشنگر داد به من، گرونر داد به من، ارزونر برای خودش برداشت. بعد همونجا آستینا بلند بود برای حضرت، گفت آقا بدمش خیاطی درستش بکنه. گفتش که نه، دستو اینجا نگاه کرد، دستو برد اینجا آورد گذاشت بود همون چیز کاگلی این مرده، با شمشیر زد نوک آستینا انداخت. بعد یعنی همینجوری آستینا کوتاه کرد، گفت مردم کار دارن، بریم به کار مردم برسیم. ببین تو قبلی رو نگاه کن، بعدی رو نگاه کن، مردم سرد و گرم شدن، داشتن ترک می‌خوردن. گفتم اون چی بود؟ این چی بود؟ حالا نگاه میکردم ببینم فطرتشون چی دوست داره؟ نه اینو دوست داره، اینو دوست داره. زنی وارد میشه بر امیرالمومنین، داد و بیداد از حال کارگزار امیرالمومنین، میگه میدونی این کارو کرد، این کارو کرد. همونجا حضرت پرسجو میکنه کسای دیگه، از افراد دیگه فلان، میگم بله، حکم عزلشو میده به زنه، میگه برو بده بهش. اون سکانس رو نگاه کنید، طرف تو دارالحکومه‌اش نشسته، والی یکی از شهرهاست دیگه، یه زن فقیری وارد میشه میگه آقا تو عزلی، کی گفته؟ علی گفته. از طریق کی؟ از طریق من. این حسی که گفتم درک میکنید؟ حالا هم به ذوق و شوق میای، هم میخوای گریه کنی. جورد جورداگ مسیحی وقتی میگه موندم در مورد تو چی بگم علی، اگر بگم مسیح هست تو بالاتر است، وجدانم نمیپذیرد، اگر بگویم تو بالاتری دینم نمیپذیرد، اگر بگم تو از مسیح بالاتری من چطور مسیحی هستم دیگه، اگر بگم مسیح بالاتر است توست وجدانم نمیپذیره. اگر امیرالمؤمنین اینها رو در عمل اجرا نمی کرد، امروز من و شما می گفتیم اینا حرفای خوبیه، قابل انجام نیست.
مولای من شما نامه می نویسه میگه تو رو سر یه نهار دعوتت کردن، برای چی رفتی سفره اغنیا نشستی؟ اگر تو کارگزار ما نمی بودی بازم دعوتت می کردن؟ رفتی سر اون سفره نشستی، فقرا هم از همون غذا می تونن بخورن؟ رفتی بر سر اون سفره نشستی، وامدار آقای ایکس و ایگرگ و زد نشدی؟ فی سبیل الله به تو اون پولو داد، اون غذا رو به تو داد، طمعی در تو نداره؟ سر همون میز نهار و شام نمیاد یه چیزی براش امضا کنی؟ نمیشه براش یه زنگ بزنی؟ چرا این نباید قانون باشد که مسئولین ما اعضای درجه یکشون حق نداره کسی جای استخدام بشه؟ صندلی مسئولیت رو داغ کنید، نه صرفه بیاد، بذار کسی که میخواد جهاد کنه بیاد بشینه. خب الان داریم میبینیم دیگه، بعضا میبینیم طرف نمانده شده داداششو فلان استانداری اونجا سر کاره، اون یکی نمیدونم چیه، پیش میاد دیگه. اینا مردم شهر رو مختلف دارن میبینن، کور که نیستن که، بچه اونو بابای اونو فلان. کسی نمیگه آقا مثلا چه میدونم پسرتو نری تو دفتر خود، خوبه بیار بهش اعتماد داری، بسته یه دونه دیگه. چه پسری؟ بالاخره اونجا محل آمد و رفت نامه های محرمانه و اطلاعات و ایناست دیگه ها. چه کسایی رو آوردید میارید؟ بینی بین الله، خدا وکیلی، بینی بین الله، تو این دوره خیلی اوضاع بهتر بود. مجلس قبلی میدونید که دوباره شرکت کردن، نصفشون رد صلاحیت شدن. همین چی شد؟ ببین چی بود. اینا اگه خوبن، که تعداد زیادشون هم انصافا خوبن، میره برای چیه؟ که خودشون شخصی دارن تقوا پیشه میکنن، قانون دست و بالشون نبست. هر کدوم دست نمانده باز، خیلی قدرت داره نمانده. ما میگیم کسی باید رأی بیاره که همون اول بره خودش رو شفاف کنه، پولای پشت سر خودش رو خراب کنه که نتونه خودش فساد کنه، بعد بیا آخیش دیگه نمیتونم فساد کنم. بعد بره سراغ قوه مجریه، بعد بره سراغ قوه قضاییه، بعد بره سراغ بنیاد مستضعفان، بعد بره سراغ ستاد اجرای فرمان امام، بعد بره سراغ سازمان اوقاف، بعد بره سراغ فضا، بعد بره سراغ هوا، بعد بره سراغ زمین، بعد بره سراغ زیر زمین. چه اشکالی دارد؟ یه سخنرانی بود مثل ما، میرفت بالا منبر، بعد دیگه وقتی شروع کرد حرف زدن از حضرت عباس که میگفت دیگه انان از دست میداد. گفت حضرت عباس شمشیر کشید 8 متر. بعد این جوان ها جمع گفتن بابا اینجوری نگودی. گفت آخه من نمیتونم جلو خودم بگیرم، یه تنابی هستم به پاش. گفتن هر موقع چرت و پرت گفتیم اینجوری میکشیم تنابه رو. این اول رفت اون بالا گفت 8 متر کشیدن. گفت من یه نقل قولی هم دیدم 6 متری. یه دور دیگه کشتن. گفت علامه مجلسی فکر کنم اینجا گفته 4 متر. یه دور دیگه کشتن، همین کشتن اومد رو 2 متر. یه بار دیگه کشتن گفت به حضرت عباس اگه بکنید پامو من از 2 متر پایین تر دیگه نمیام. خب الان شما فکر کنم نقش من نقش نخر رو داری ها. آره اینجا همیشه معیار رو نذارید بشکنه، پرچم رو نگذارید بشکنه. باید صبح و شب در مدرسه هامون، در مدرسه هامون از امیرالمومنین بگیم، در تلویزیون هامون از امیرالمومنین بگیم، سیره ایشون رو بگید، سیره ایشون رو بگید. فضایل امیرالمومنین چقدر ثواب داره گفتنش، اصلا در این شکی نیست. سیره امیرالمومنین رو هم باید گفت تا مردم بگن این شدنی یه آقای بود این کار کرده. هنوز دنیا میگن آقا میشه دوباره تکرار بشه؟ بعدها میگفتن دیگه، بعد از امیرالمومنین میگفتن چه اشتباهی کردیم. هی مردم میگفتن گفتن عجب قدر علی رو ندونستیم، گیر معاویه افتادیم. قدر علی ندونستیم، گیر حجاج ابن یوسف افتادیم.
اما اگر معیار رو حفظ نکردید، یه حرف خطرناکی میخوام بزنم، ذائقه مردم عوض میشه. مثل کسایی که چی؟ به آلودگی عادت کردن. مثل ما مردم تهران به هوای آلوده عادت کردیم، میریم یه جا هوا خوبه، ریه‌مون درد میگیره، آب میاره. ای میگه برگرد اون تهران، آلودگی خونمون اومد پایین. طرف سیگار کشیده، یه مدت نکشه اذیت میشه، حواس میکنه. وقتی جامعه عادت کرد که دیگه آقا این شد معیار، اینو ملبازی ها چیه؟ مسئول جمهوری اسلامی باید اینجوری باشه اونجوری باشه. اینا رو تو حکومت امیرالمومنین معاویه باب کرد. همین خلیفه دوم که معاویه رو گذاشت به عنوان حاکم اونجا، رفت یه بار بهش سر بزنه. او ساده زیست بود خلیفه دوم، یعنی نمیتونه از سیره پیغمبر، هنوز خیلی فاصله. از زمان خلیفه سوم به بعد برای خیلی برگشت. وقتی رفت اونجا کاخ خضرای معاویه رو دید، خودش به هم ریخت. برای شما گفت چیه به هم زدی؟ گفت آها ببین، من اینجا در همسایگی با رومم، رومی ها آنچنانی دیگه امپراتوری داشتن دیگه، شاهانه میچرخ، من باید عین همینا زندگی کنم، وگرنه آبروی اسلام میره ها. نه خب شما باش. بعد دیگه اون کاخ خضرا تکثیر شد، همون معاویه شد خلیفه، همه جا از اون کاخ ساخت. الان رهبر انقلاب زندگیش انقدر ساده است، همین مبلش رو نگاه بکنید، مبلی که از مهمانای خارجی، این مبل رو برید عکسای قدیمی رو بزنید، همون مبل فقط رنگ شده، یعنی استایل مبل همون است، فقط رنگ خورده، رو کشو عوض کردن مثلا، سال ها اصلا 20 ساله 30 ساله چقدر همونجاست. کسی تا حالا از خارج اومده حفظ ایرانی ها بکلاسن؟ امپراتور ژاپن، اونم عکساش هست، برید ببینید، میبینید خیلی ساده یه محیطی دارن. کسی میگه ژاپنیا، خاک تو سر ژاپنیا بدبخت کنم، چرا انقدر ساده هم؟ یه عراجیف رو نگید، اینا میخوان ذائقه مردم رو تغییر بدن. نه خیر، مسئول جمهوری اسلامی باید بیاد پایین تو دود و دم، همون جایی که رهبرمون داره زندگی میکنه. وقتی نگاه میکنی اکثرشون بالای بابایی و صدرن، او چه میفهمش پایین چی میکشن؟ هر از چنگام که بخوان رد بشن، چشای مردم، میگه ما چشمای مردم نگاه میکنیم میفهمیم، نظرسنجی انجام میدیم. همین آقایی که امروز رد صلاحیت شد میگفتی یادتونه، قیافه هاشون نگاه میکنیم، بادی لنگویجشون رو میبینیم. خب دیگه سرتون درد بزنیم، ببخشید. این که گفتن نمیدونم برنامه پرسن دادستان و اینا چی بود، همون روزی که در واقع تو مجلس یکی از نمایندگان محترم مجلس واکنش نشون داد که چرا این آقا این حرفو زده و چرا راجع به همه چیز اظهار نظر میکنه، همشون هم تقریبا همین جمله رو میگن، یعنی از رئیس مجمع تشخیص مسئله آقای لاریجانی گفت، بعد نمیدونم مشاور آقای قالیباف گفت، بعد ایشون گفت. و حالا اگه حرفی میزنیم، کارگروه داریم راجع به اینا تحقیق میکنن، ما میحرف میزنیم. مگه نمایندهای مجلس راجع به همه چیز حرف نمیزنن؟ راجع به هر مسئله تو کشور باشه حرف میزنن والله، نمیدونم والله، مثلا خاصیت سیاستمدار همینه. خلاصه اینکه همون روز اینا تموم شد، گفتن آقا مدعی علوم رو ورود کنید، یعنی دادستانی. بعدش هم رئیس محترم مجلس آقای قالیباف گفتن بله مدعی علوم ورود پیدا کنه. یه دو ساعت خبر ایران، خبر کل مملکت بعد از اون شد که مدعی علوم ورود پیدا کند، یعنی از این طرف از ایکس تا ایگرگ، از شرق تا غرب همه زدن. و نیم ساعت بعدش هم زنگ زدن، یعنی هم مدعی علوم زنگ تماس گرفتن که آقا تشریف بیاریم مسئله چی بود. و من گفتم که این ابلاغ، اگر به قولی ابلاغ، پس میدونی که طبق قانون شما فقط باید ابلاغیه بدن، همینطور دیگه نمیشه کسی رو همینجور فراخوان جایی، باید حتما ابلاغ قانونی باشه. گفتن نه دوستانه است، میخوام بدونیم چی بوده ماجرا. گفتن خب من امروز از پاکستان مهمان دارم نمیرسم. رفتم اونجا، جو خوب و دوستانه بود، مطالبی که میخواستن، اطلاعاتی که میخواستن من انتقال دادم، و اینکه این اطلاعات از کجا به من رسیده، به کی انتقال دادم، دست کدوم نهاد امنیتی ماجرا، اینا توضیح دادم. و بعدش هم اومدم بیرون که دیدم یکی دو تا حالا توییت زدن، و حالا من پاسخ ندادم، اصلا من که نگفتم دادستان، رفتم دادستانی. خب حالا قصه در واقع بحث سر این بود که شما وقتی میای میگی
یکی از نماینده ها اما توضیح نمیده کدوم یکی چی میشه؟ همه نماینده ها زیر سوال. خب من اینو واقعا قبول دارم خودم. بارها تو صحبت هم شما از من شنیدید، همون شب هم که تلویزیون من برنامه داشتم همین اشاره کردم، گفتم که وقتی شفاف نباشه فضا چه اتفاقی میفته؟ همه متهمن. وقتی در بین خود نماینده ها، از بین خود نماینده ها میان میگن آقا یه عده از نماینده ها فیدلیتی گرفتن و هیچ وقت این اسما پخش نمیشه، یعنی کی گرفته؟ یعنی همه گرفتن. خب اونجا چطور برخورد شد؟ اینجا همینجوری برخورد شد. نماینده اومدن گفتن، من اول من گفتم خودم این اشتباه میدونم و بارها گفتم و کار درستی نیست، من چرا مثال زدم، گفتم یه مصداق صرفا. مشاور محترم رئیس مجلس اومدن گفتن 200 از نماینده ها که اومدن شفافیت دارن، آرایشون رو شفاف میکنن، اینا هیچ کدوم با رضایت نبوده، از ترس فلانیه، یا عبارت این که اینا فلانی تو پاچه مجلس کرده، یعنی از ترس ما میرن. خب این اولا دوتا پیام داره، یعنی اینکه تمام اون 200 نماینده چی هن؟ منافقن دیگه، ریاکارانه دارن این کار میکنن، به مردم الکی میگن ما شفافیم. خب من تو همون برنامه گفتم نه، حرفشون درست نیست، من کلی از نماینده ها رو میشناسم که چی؟ واقعا صادقانه دارن پیگیر شفافیت هم، ولی من دارم اعلام به راحت میکنم از مجلس و اینا. آیا اونجا هم مثلا نماینده های محترم سر این دو مورد و مثلا این موارد یا رئیس محترم مجلس اومدن بگن آی مدعی العموم فلان کن به همان کن؟ همونجوری که سر فیدلیتی ها خیلی از نماینده اومدن مصاحبه کردن، گفتن چی؟ گفتن نه ما جز گیرنده ها نیستیم. اینجا هم بیان بگن ما نیستیم که 140 تا سکه گرفتیم. جز اینه، کار پیچیده، کار سختیه، اما در مجموع قبول دارم که نباید به این سمت و این فضا خدمت شما عرض بکنم برد. شأن یه مملکتی که، شأن یه کشوری که پنجه تو پنجه امریکا امروز انداخته، شما تو یمن داره چیکار میکنه، تو اسرائیل چه اتفاقاتی داره میفته، این نیستش که کارگزارش به خاطر یه دناپلاس و یه فیدلیتی آبروی کشور ببره. ما همه حرفمون اینه، بیاید همه چی شفاف کنید. چرا مثلا چه میدونم سکه، خونه، هر چی، هر کی دوست داره میخواد هدیه بگیره بگیره، فقط باید اعلام بشه. کل دنیا به خدا همینجوریه، میذارن رو سایت، اصلا یه نفر از اندیشش خوشش اومده. الان شما برید تو این سایت های پارلمان های خارجی رو برید ببینید برادران من، وای بر ما که این فرمایش امیرالمومنین بوده، اونا دارن بهش عمل میکنن. شب 13 رجب من این حرفات بزنم، در داور بر ما که در عمل بدین اونا از ما پیشی گرفتن. طرف رفته سفر، دوتا فنجون تو چین بهش دادن، اکسون دوتا فنجون رو باید بگیره بذاره تو اینترنت، بذاره رو سایت مجلس. شما برید این تو انتخابات ها مثلا اوباما 1,000,000 دلار پول گرفته از دانشگاه مثلا هاروارد، با افتخار اعلام میکنن، میگه دانشگاه هاروارد دوست داره اوباما رئیس جمهور بشه، نه مثلا مخالفش، اندیشه او رو قبول داره. یه نفر دوست داره فلانی نماینده مجلس بشه، میگه این مثلا موافق برجامه، من اصلا تو بشی، تو اصلا مخالف برجامه، میخوام تو بشی، پولت هم میدم. اینا جور نیست، حق داره کمک بکنه، اما پنهانی نه. میدونی چرا؟ چون بعدن بتونی بری نگاه کنی ببینی این آقای اوباما برای دانشگاه هاروارد کار ویژه‌ای انجام داده یا نه. یعنی از این ور هدایای دریافتی شفافه، از اون طرف چی؟ توصیه نامه ها شفافه. هر کسی هر جا توصیه از نماینده بخواد بکنه باید کتبی باشه، توصیه شفاهی نمیپذیرن، توصیه مکتوبم باید بیاد رو سایت. بعد ما هر روز باید صوتی یه نفر بده بیرون، آقا داشتم فشار میاردم فلانی بذار فولاد، داشتم فشار میارم بهمانی بذارم کجا. خب قصه اینه با تاکی. من اصلا مثلاً این مجلس اون مجلس نیست به امیرالمومنین. خودم گفتم سگ این مجلس میارزه به مجلس قبلی، کار بزرگی انجام داده، خیلی نماینده خدوم و سالمی داره. اما یه کاری بکنید بابا، بچه پیغمبرم در معرض فساد قرار بگیره خراب میشه. برادر امیرالمومنین بود، با امیرالمومنین از یه پدر مادر عقیل، چه فضایی براش پیش اومد؟ اومد رانت بگیره، امیرالمومنین آتیش گرفت گذاشته دستش. این که اگه ما شیعه امیرالمومنینیم همین رفتار رو باید مبنا قرار بدیم. والله من نبا کسی پدر کشتگی دارم، به خدا قسم بارها شده همین مجلس من چقدر دفاع کردم. بعد میاد تو رفته دولتی، باز به دولت یه نقدی وارد میکنیم، میگه نه تو رفته رفته مجلس شدیم، میگم با بشین با هم یه جلسه بذار من بفهم طرف داره کجا، این حرفا چیه. اما اگر به این معنی دارید فکر میکنید که میتونید صدای مردم بریده بشه تو این مسئله و مردم و کسایی که میتونن امر معروف نهی از منکر کنن
ساکت بشن هیهات، همچین چیزی نیست. منتها قبول دارم باید این جریان قاعده من، ضابط من این نباشه همه اتهامی مورد به مورد مشخص بشه، و قصد منم همین بود. تو همونجا دارم میگم میبینید همین مثالی که زدم الان چه اتفاقی میفته. یا مثلا من تو همون صحبت گفتم که مسئول وقت ادوار یعنی دورای قبل فراکسیون مقابله با فساد، یه همچین اتفاقی در موردش افتاده. بعد این مسئول الان فراکسیون مقابله با فساد بنده خدا زنگ میزنم گفت مردم هم گفتن چرا مثلا این کار کردی، گفتم بابا این ادوار، گفتم ادوار یعنی چی، معنی ادوار متوجه نمیشدن، گفتم نه با این بنده خدا نیست، دورای قبل بوده. اگر به اطلاع لو دادن اینجوری چیزا بشه، بابا من چیزی نگفتم هنوز که، والله به خدا اصلا حرفی نزدم که. خب دیگه سرتون درد بزنید ببخشید. خداوند انشالله همه ما و شما رو از مسببین اصلی و خیر در ظهور حضرت ولیعصر قرار بده. انشالله تمام مسئولینی که دارن علیوار جهاد میکنن، زحمت میکشن که حقیقتاً هم تعدادشون زیاده، خدا گواه، منتها شما اسمشون نمیشناسید. شما احمدی روشن تا قبل شهادت نمیشناختید، تهران مقدم تا عموم مردم میگم تا قبل شهادت نمیشناختید، فخری زاده رو تا قبل شهادت نمیشناختید، درسته؟ اکثریت اینن. انشالله امیرالمومنین پشت و پناهشون باشه و کمکشون کنه. اما اونایی که نمیخوان آدم شن با همون معاویه انشالله محشور شن. تعجیل در فرج و قطب اعلام امکان صلوات.